اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. ناهید پر کشید، جام غریبیش را لاجرعه سر کشید. در سالهای دور ناهید پهلوان، ما کودکان فردوسی، معنای مادری را در چشمهای عاشق ناهید دیده ایم. ما لحظه جوانی پرشور را در سفره معطر او آغاز کرده ایم. ناهید پر کشید و چشمهای فرزندانش در سالهای غربت و دوری دریا گریست. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه دوم مهر ماه 24 سپتامبر به شما سلام میکنم. عباس جان عزیزم، باهات هستم. اصل، پونه، غلامرضا دیاکو باهاتون هستم، با همتون. اینقدر وجود ناهید بزرگی که من نمیدونم خلأش رو چجوری حس میکنید. بگذاریم براتون بگم، ما بچه های ناهیدیم. وقتی عاشق شدیم رفتیم پیش ناهید، براش تعریف کردیم. شب عروسی ساقدوشمون بود در کنار عباس. هفته یکی دو بار می رفتیم. عسل و پونه کوچولو، ننم اونجا بود، را می رفتیم، حرف می زدیم و ناهید همیشه برای ما مظهری از یک زن فداکار و عاشق بود که عاشقانه عباس رو دوست داشت و بچه های عباس، ما همه بچه های عباس پهلوان. چقدر دلم خواست اونجا بودم، اقلا آخرین نگاه رو بهش میداختم. دو ماه پیش که ناهید رو دیدم خسته بود، افسرده بود. اون ناهید شاداب پرنشاط نبود، بیماری خستش کرده بود، خردش کرده بود. ساعتی نشستم پیشش، مثل روزگار کهن دستاشو گرفتم، بوسیدم. میدونست که چقدر دوستش داریم. عباس جان، باهات گریه کردم و عسل، درود بر تو که اینطور از پدر و مادر مراقبت میکنی و از مادر تا آخرین لحظه اونجور مراقبت کردی. به خانواده پهلوان عزیز، به خانواده الوند، به خانواده خود ناهید، خواهرانش، خانوادش، صمیمانه این فقدان رو که بسیار سنگینه از جانب خودم، همسرم و خانوادم تسلیت. خداحافظ ناهید جان، همیشه دوست دارم. باری امروز تعدادی تولدم داریم که تولدای حداقل تولدایی است که بعضن یاد و خاطره رو زنده میکنن و بعدن حضور پررنگ صاحبانش رو. امروز تولد استاد شجریان، استاد شجریان که همه عاشقانه دوستش داریم. این نازنین مرد آواز ایران، انسانی که به آواز معنا داد، تجلی داد و خودش تنش به ناز طبیبان نیازمند افتاده، که آرزو میکنم سلامت و استوار همچنان استاد بر صحنه های بین المللی بدرخشد و
ما بخت این رو پیدا کنیم اینجا بریم و دستش رو ببوسیم. سالار عقیلی یک ترانه بسیار زیبا در زادروز او خوانده که در میان برنامه میبینیمش. تولد دو بزرگ دیگه هم هست که حالا بین ما نیستن، پرویز یا حقی و منوچهر آتشی. پرویز جان جانان بود، من از او چه بگویم، چه بگویم که هرچه بگویم کم است. اون برنامه که براش درست کردم تو رادیو و عشقی که بین او و همیرا بود که عشق جاودانه باید اسمشو بگذارم و عشقی که برادرزادش به او داشت که این برادرزاده نازنین چه کرد برای او، چه کرد برای او. و ناگهان بانگی برآمد خواجه نیست. منوچهر آتشی، منوچهر آتشی که با اسب سرکش بوشهریش دلهای ما رو تسخیر کرده بود، اسب سفید وحشی، به بانوی گرامیش، به فرزندانش یاد او رو گرامی می‌دارم. مطمئنم امروز ابوالقاسم ایرانی عزیزم با پسرش با خانواده میرن سر مزار منوچهر. یه تیکه منوچهر رو ببینید با سپانلو تو فیلم آرامش در حضور دیگران ناصر تقوایی عزیزم، ببینید. تو اصلا چته؟ با من لجی یا با این؟ نه با تو نه با من. با خودش لجه، دائم پیله میکنه. پیله چی؟ من با هیچ کدومتون لج نیستم. اصلا کی هستین؟ من با خودم لجم، با دنیا لجم. چرا؟ مگه چی شده؟ بگو دیگه. نمیتونم برات بگم، آدم خودش باید بفهمه. یه روزگاری یه امیدی داشتیم، سفانون رفتن و خواستن و نابسامانی آدم رو زنده نگه میداشت. شوق و ذوقی بود، ریخت و پاشی بود، مثل حالا یخ و سرد و مرده نبود. چی کار داریم میکنی؟ زندگی؟ استراحت تنبلمون کرده. و تولدی دیگر هم داریم، تولدی از کسی که تو اون روزگار، تو اون روزگار نوجوانی ترانه خوند که هممون بر زبانمون بود، زندگی، عبدالوهاب شهیدی. او هم بزرگ موسیقی بود که چقدر بعد از انقلاب به او ظلم کردن در کنار استاد شجریان. اینها یکدیگر رو درک میکنن. اون روز داشتم مطالبی رو میشنیدم از استاد شجریان، دیدم چقدر این پیوند اینها، این بزرگان با هم پیوند مستحکم و قرصیه. به حکومت کاری نداره. بله. و نگاه کنیم چی مطلبی درباره آقای شجریان استاد عزیز، گوش بدیم. من فکر میکنم اگه حافظ بود پا میشد قرق بوسه میکرد شجریان. اونجا یه مفلسانی و مفلسانی و هوای خیلی قشنگ صدایی. سایه عزیز هوشنگ ابتهاج، هی الف سایه، منو صدا زد، گفت برو علیرضا، برو برای این آهنگسازان ما برنامه درست کن. و چه برنامه هایی شد، چه برنامه هایی شد. سایه عزیز، سایت بر سر ما باشه. سایه زیباست، شعراش زیباست، خودش زیباست. و بعد امروز حتی به او هم باید اشاره بکنم. تولد مردی که عشق رو باور نداشت، مردی که زندگی رو باور نداشت، مردی که چشمهاش کاسه خون بود، مردی که کاسه کاسه خون خورد، مردی که از نخستین روز به قدرت رسیدنش آدم کشت و هزاران کشته نیز در موقع مرگش. او از دست او به حیات تازه نرسیدن، از دست او به مرگ رسیدن، یا در دست او. سید روح الله مصطفوی کشمیری خمینی.
او همسال روز تولدش است. چه تلخ روزگار. باری من نبودم تو این دو روزه. خب شنبه شنبه من برنامه ندارم، برنامه فقط شما ایران فرداست یکی هم دارم و اشتو گذاشته روز بعد از حادثه اهواز نوریزاده رو ببینید. اون برنامه اسمش از شما ایران فردا، اون برنامه برنامه سیاسی نیست، پاسخ به تلفن ها و پیام های شماست. بنابراین خیلی زرنگی نکنید. یکی اومده اینستاگرام درست کرده به اسم ایران فردا، بعد اون تو به مردم فوش میده، تصویرش رو نشون میده مردم بدونن ما اصلا اینستاگرام نداریم، این مال ما نیست. 5000 تا هم عضو داره و راجع می نویسه به اسم ما و یک خبرهایی هم میذاره. عکس اردلان رو گذاشته اونجا با عموش، بعد زیرش هم از قول. نه آقا ما نیستیم، ما این سفر رو نداریم. من حالا به دوستانم گفتم مسئولان سوشال نتورکینگ که برن و یه اینستاگرام درست حسابی به نام ما درست کنن. به هر روی از این کارا میکنن دیگه. ها یه چیزی یادم رفت بگم. 20 سال پیش رژیم جهل و جور و فساد، آدمکشان امنیت خانه مبارکه سید علی آقا نیمه شب رفتن به منزله یه شاعر، یه شاعر نازنین کرمانی با کودکش، کودک 9 سالش کارون، نیمه شبان رفتن تو حیاط سرشو بریدن، سینه او و فرزندشو کارد آجین کردن. در اون جریان قتل‌های زنجیره‌ای که بعد وقتی من پرونده اینا رو میدیدم، دیدم واقعا بیگناه بدون هیچ چیزی، چون گفتن در یه مجلسی شعر خونده آقا رو مسخره کرده. تلخ است، تلخ. به هر روی همه منتظرید که من امروز در رابطه با ماجرای اهواز چی بود، پشترش چی بود، چه کسی بود براتون حرف بزنم. اما در این حال بذارید، چون روز اول مهر بود و دیروز و بچه ها به مدرسه رفتن، نخستین روز درس که من روز جمعه بهش اشاره کردم، اجازه بدید اول سری بزنیم به مدارس وطنمون که اول مهر رو چگونه آغاز کردن. دوست دارم بریم اول بلوچستان، بریم مدرسه ای که فرزندان بلوچ ما، فرزندان این دلاور مردان و زنان، اگر پدرشون زنده باشه برای 2 لیتر بنزین نکشته باشنش، این بچه ها اینجوری دارن میرن مدرسه. اینم مدرسه شون، اینم مدرسه شون. روز اول مهر، روز اول مهر مدرسه فرزندان ایران زمینه. نه مال ایران، نه مال ایران، ایران زمینه. بله. وقت علی آقای خمینی مهاجرت فرمودن، رفتن به نجف اشرف ملا بشن در اونجا، بله، درس بخونن، مهاجرت کردن. 70 سال سیال میخوام هیچ کدومتون باشین که نجف برین یا قم برین، نسلتون باید ورداشته بشه که دنیا از شرتون راحت بشه. واقعا واقعا. به هر روی سعید مرتضوی تو روضه‌خونی اومده، بله ایشون به خاطر عزاداری بهشون مرخصی دادیم، به اون مرخصی دادید. اما نسرین ستوده چون نمیخواد بره سینه زنی نباید داشت، نگاه کن رفته تفت شهرش با نهایت وقاحت و پررویی. اما یه تصویری هم بزنید از اول ماه مهر، در زمان اون پدر و پسر، در زمان پسر اول مهر مرحوم هویدا میرفت دارالفنون و زنگ اونجا رو به صدا در می آورد، بچه ها می رفتن مدرسه با این شکل، شکلی که ملاحظه می فرمایید.
چقدر زیبا بود دیدین بچه ها به مدرسه می رویدن. خب بیایم و حکایت رو آنچنان که بود بشکافیم. مقام معظم رهبری بالاخره حرف خودشون رو زدن و وزیر اطلاعات مدعی شد که آقای علوی که بخش عمده از اینایی که در پشت صحنه بودن دستگیر شد، اما اطلاعاتی نداد. نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت که همه عوامل شناسایی شدن و در زمان مختصی قطعا یک گوشمالی سنگینی را خواهند. ابوالفضل عابدینی خبرنگار مقیم اهواز در توییتر خود هویت 4 عامل را منتشر کرده. هنوز هیچ مقام رسمی در مورد هویت عاملان حرف نزد. همچنین در ویدیوی منتشر در سایت اعماق وابسته به گروه داعش هیچ اطلاعاتی درباره نفر چهارم نیست. ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز گفته نفر چهارم در بیمارستان کشته شد و اسنادی داشت که نشان میداد آنها از طریق عربستان و امارات حمایت میشدند. البته مثل همیشه در جمهوری اسلامی لزومی نداره کسی به چیزی اشاره کنه. من اول بگذارید براتون بگم، بدون اینکه بخوام جا و کسی رو تبرئه کنم، اما رژیم جمهوری اسلامی 40 ساله هر اتفاقی در ایران افتاده اینو به خارجی وصل کرده که حداقل عجز خودش رو بپوشانه. من با کسایی که میگن این توطئه خود رژیم بوده اینا موافق نیستم. دلایلم براتون میگم چرا موافق نیستم و چرا این نمیتونه کار رژیم باشه، حتی اگر رژیم از آثارش بخواد بهره ببره. اون طبیعی است یه رژیم سرکوبگر از چنین حوادثی بخواد بهره مند بشه، ولی اینکه رژیم این کارو کرده باشه درست نیست. و باز میگم با دلایل متقن بهتون میدم که باور کنید چنین چیزی نبود. ارز در ایران گرون میشه عربستان، گوش میشه کیلوی 60,000 تومان اسرائیل. اگر جاده ها خراب تقصیر آمریکاست. بنابراین ساده ترین کاری که رژیم میکنه از خودش سلب مسئولیت میکنه، به دیگران اتهام میزنه. حالا من میام از تو سوال میکنم عربستان و امارات چرا تو این قضیه نمیتونن حاضر باشن؟ نه میگه محمد بن سلمان یادتونه پارسال گفت معرکه رو میکشونیم به داخل ایران. بله از این حرفا سپاه هم زیاد میزنه، دیگران هم میزنن. سپاه 9 دقیقه اسرائیل رو دود میکنه میفسه هوا. محمد بن سلمان در یه جنگ لفظی و جنگ در واقع خطابی یه همچی حرفی زد. اما هیچ دولتی در منطقه بهتر از سعودیا جنس جمهوری اسلامی و کیپبلیتیشو نمیشناسه. روزی که در سال 1987 در حج 87 میلادی، بذار تصویر رو اینجوری براتون بگم، بامداد ساعت 7 صبح حاجی ها دارن میان برن طواف کنن، طواف اکبر دارن میان برن، از ساعت 3 صبح تا 7 صبح افراد سپاه پاسداران تمام درخت های دور حرم رو بلنگو گذاشتن. به عقل سعودی اصلا فکرشون نمی کردن یه همچی کاری بشه عملی بشه. تمام بلنگو گذاشتن، پارچه های 20 متری 30 متری سعودی ها عکسای خمینی رو مصادره میکردن تو گمرک. اینا نقاش آورده بودن پارچه های 30-40 متری تو اتاق بعثه میشستن، آقای کروبی هم بود، تصاویر 20 متری 30 متری خمینی رو میکشیدن. خب این کارم کرده بودن. یه دفعه این ورقه ها رفت بالا و هدف این بود برن کعبه رو بگیرن، عکسای خمینی روش آویزون بکنن. تقریبا ساعت 8 بود، مرحوم رائد خدا رحمتش کنه دفتر روزنامه اوکازی دفتری تو اون میدون داشت، تو اون دفتر بود، به من زنگ زد گفت آقا برس ببین چه خبره. توی ما هم اون وقت یه روزنامه در میوردیم فارسی، زمیمه روزنامه اوکاز بود برای حاجی ایرانی.
یک باره صدا بلند شد، اول یکی نوع خونی کرد، بعد توی میکروفون ها توی این بلندگوها همینجوری در هر گوشه صدا میمد. چی میگفتن؟ یه دفعه تبت یدا ابی لهب، یه گروه میگفتن، اون ور میگفتن شیلو یدا که یا فهد، بریده با دست فهد، به عربی هم میگفتن. تمرین شده، حساب شده. سال قبلش هم 150 کیلوگرم ماده منفجره به عربستان آورده بودن. سال قبل سعودی ها صداش در نیوردن، بعدم اون کاروان رئیسشو 6 ماه نگه داشتن، بعد آزادش کردن. ولی حاجیایی که آورده بودن بیچاره خبر نداشتن، تو کیف بهشون داده بودن. مال قحطری جون بود، مال اصفهان بود، مال همایون شهر بود. این بدبخت ها رو داده بودن دستشون که بیان بهتون کیف میدیم برای حج، توش جاسازی کردن سیفور، ماده سیفور. امسال شروع کردن در عرض یک رو، یعنی واقعا سعودی ها حیرت زده بودن، بهت زده بودن، نمیستن چیکار کنن. اینا شروع کردن زنجیرا به دست، این موتورهایی که پلیس های سعودی سوار بودن مدن برن، یه زنجیر رو ور یه زنجیر ور میگرفتن، اینا از روی موتور ملق میزدن پایین، بعد میریختن سرشون با لگد و مش زدنشون. تا ساعت 11 این ماجرا ادامه داشت. حالا برای اینکه کاورم بکنن، وسط معلولای انقلاب بودن، معلولای جنگ، زنها هم اینا رو صندلی چرخدار رو حرکت میدادن. معمولا هم یکی دو بچه این ور اونور بودن، یعنی برادران غیور سپاه اینا رو انداخته بودن وسط، خودشون کنار شعار میدادن و این بدبخت دو وسط. ساعت 10:11 شد، گارد ملی سعودی وارد شد، هم با اسب، هم با موتور، هم با پیاده، و گارد ملی اومد. این برادران غیور سپاه عین موش فرار کردن، مثل موش در رفتن. این زن و بچه رو انداختن اونجا، معلولی رو انداختن زیر دست و پا و زیر پای اسبا و مشت و لگد، 400 و چند نفرشون کشته شد. اینم برادران غیور سپاه بودن. چه منظر و مشهدی بود در اونجا، تکان دهند. در جای دیگه هم رژیم این نوع عملکرد رو نشون داده. پس سعودی ها میدونن با رژیمی سر و کار دارن، در تروریست پروری و عملیات تروریستی درجه یکه، هیچ رژیمی به پاش نمیرسه، هیچ رژیمی در تاریخ به پاش نمیرسه. تجربه دارن، خبر، برج‌های خبر، چجوری برج‌ها رو زدن، تعداد زیادی آمریکایی و سعودی رو کشتن. تجربه دارن سفارت آمریکا در بیروت 67 نفر، مقر تفنگدارا در بیروت 260 نفر، مقر فرانسوی ها در بعلبک 100 و اندی. قشنگ میشناسن انفجارهای کویت، تلاش برای کشتن امیر کویت، آنچه در عراق داره رخ میده، آنچه در یمن است. پس سعودی ها میدونن با رژیمی سر و کار دارن که 100 برابر اونا این کارا رو بهتر بلدن، و اگر بخوان این کار رو بکنن اونا دست بالا خواهند داشت. بنابراین از روز اول رد کردن. من با قاطعیت بهتون میگم هیچ گروه اپوزیسیونی از سعودی تا پول نگرفته. به اسم گروه اپوزیسیون بره بگیره یا بهش اسلحه، اصلا محاله، محاله این کارو بکنه. همینطور امارات، افراد ممکنه پول بدن، کمان که یه عده از این سلفی های ایران، بعضی از این سلفی های کویت و امارات و اینا بهشون پول میدادن، ولی ربطی به گاورمنت نداشت. محاله. اصلا مبنای سیاست سعودی ها اینه که تو قضایای ایران دخالت اینجوری نکنه، چون میدونن از پسش بر نمیان. جریان شیعه و سنی به کلی کنار میستن، به کلی، چون خودشون شیعیانی دارن که بعضن دست پرورده ولایت فقیه و سر سفره آقای خامنه آش خوردن. این کار نمی کنن. بنابراین قصه سعودی نبود. حالا براتون میگم چی بود. درنگ کوتاهی بکنیم بریم اول عبدالوهاب شهیدی رو بشنویم. استاد ترانه برای استاد شجریانم بعدا میشنیم، سالار عقیدی. ولی اول
بریم عبدالوهاب جان شهیدی. با درود دوباره. بحث زیادتر، من آهنگو کوتاه‌تر گفتم بذارن. ببینید در درجه اول بگذار اینو بگم، من یه توییت کردم که من با تروریسم مخالفم، چه این تروریسم حسن نصرالله مسئولش باشه، چه ابو اسرائیل باشه، چه عبدالملک حوسی باشه، چه آقای نمیدونم ابو جمیل اهوازی باشه، فرقی برای من نمیکنه. تروریسم تروریسم، باید محکومش کرد. رو دروسی نکنیم. یه دوستی اومده تو برنامه طوری داره، بله مردم عرب ایران در خوزستان ظلم میبینن، جور میبینن، اما نه بیشتر از بلوچا. یک بار تا حالا شما شنیدی بلوچا بگن اقلیم بلوچستان، اقلیم آذربایجان، اقلیم کردستان؟ این اقلیم یعنی چی یاد گرفتین شما؟ چون در کردستان عراق میگن اقلیم، اون داستان اصلا فرق داره. یک کشور ساختگیه که بخشی از کردستان رو آوردن بهش چسبوندن، اون میتونه بگه اقلیم. خوزستان 5000 سال جزء ایرانه. آقا نکنی این کارو. شما وقتی در همون جا میبینید در خوزستان مندانیا رو میبینید، نکنید این کارو.
خوزستان همیشه جزئی از خاک ایران بوده، همیشه. هیچ وقت خزعل نگفته من مستقلم. اگه به خزعل میگی نامه هاش هست، همه جا خود رو جز ممالک معروسه ایران میدونه، همه جا. مقام منیع رئیس مجلس شورای ملی ایران شید الله، خدمت مقام منیع رضاخان پهلوی، نمیدونم بعد اعلیحضرت شاهنشاه، کی گفت من مستقلم؟ یه عده آدم خوچی کلاش رفتن کنارش نستن زیر پاش با اون مندوب سامی بریتانیا که بیان اینو به فکر استقلال بنزن. چند نفرم تو کویت و تو عراق تو روزنامه از این چیزا نوشتم، ولی خزعل همیشه ایرانی بود. پسرش در آزادی سه جزیره فرید، ناخدا فرید شرکت داشت. عبدالامیر آژودان شاه بود. آقا نکنید این کارا رو. من با فرزند ایشون صحبت کردم، وحید، یک ایرانی خالص عاشق وطنش هم است، تجزیه طلبم نیست، بچه های تضامن هم همینطور. ولی اقلیم یعنی چی؟ این واژه لایتچسبک به خوزستان. بعد کجا خوزستان همه عربن؟ چرا دروغ میگید؟ 10 میلیون عرب، کجا 10 میلیون؟ چرا مبالغه میگید؟ من مدافع حقوق شما هم. هیچ کس رو به اندازه من مدافع حقوق اقوام ایرانی ندارید. هیچ تلویزیونی به اندازه ایران فردا تا امروز از حقوق شما دفاع نکرده. ولی وقتی حرفای نامربوط میزنین من میستم جلوتون. اقلیم اقلیم اقلیم. یا آقا شمشم و برشتن آوردن به عنوان سخنگوی جبهه مقاومت تحریر اهواز. تو غلط کردی، تحریر چی؟ کشور منو میخوای آزاد بکنی؟ کشور رو بیا آزاد کن، سرزمینمون رو آزاد کن. تا خراسانی و بلوچ و کرد و آذری هم در این با تو مشارکت بکنن، ایران رو آزاد بکنیم. جبهه تحریر الاهواز، اهواز من با هی جیمی می نویسن. فکر کنی با هی جیمی بنویسی عربی شد؟ نه، اهواز تا ابد ایرانیه که در آن عربهای ایران هم زندگی میکنن و حقوقی دارن برابر با حقوق بقیه اقوام که باید حقوقشونو بگیرن. روی نفت نشستن و در بدترین وضع فقر زندگی میکنن. رژیم جهل و جور و فساد عاملشه. این جوانای بدبخت و فریب ندید، چهار تا و نصفی بیرون هستید، یکی نشسته اون ور، یکی اون ور، یکی هلند، یکی دانمارک، یکی یارغوزآباد ادعای آزادی بخشی میکنن. ول کنین آقا، کجا آزادی بخشی؟ 95% از مردم عرب ایرانی ثابت کردن تو جنگ ایران و عراق با صدها شهیدشون که پایبند به این گربه نشسته به دیوار آسیان، این شیر نشسته به دیوار آسیان، و سرزمینشون رو محال اجازه بدن کسی یک نگاه چپ بهش بکنه. کور میکنن اون نگاه چپی که به این سرزمین باشه. ای به زبان عربی حرف زدن، ادبیات عرب داشتن، برید از عدنان قرفی یاد بگیرید. عرب خالصه، خدا رحمت کنه زنده یاد ناصر مطرقی، رفیق من کاش بود، بومتراق بود، عربی هم حرف میزد و مینوشت، از قبیله عرب هم بود، اما ایرانی بود، افتخار میکرد ایرانیه. هی را افتادن تو این 3-4 روزه تو این تلویزیون ها این ور اون ور ادعاهای عجیب غریب ما زدیم. بعد میاد میده خراب شد، فردا هلند میگیره بیرونش میکنه، دانمارک بیرونش میکنه. نه ما نبودیم. اه فکر کردید الان حلوا پخش میکنن دویدین جلو مسابقه؟ ما بودیم. داعش هم نبود. داعش هم حرف پرت و چرن زد. اولش که تو اعلامیهشون گفتن روحانی اونجا بوده، اینقدر پرت بودن از قضیه. حالا این فیلمی هم که نشون میدن، چون من میدونم این بچه ها فریب خورده بعث عراق هن. آقای عزت ابراهیم تو همون موقعی که در مسند قدرت بودن، این رو یه تعدادی از اینا رو برده بودن عراق، همون اولی هم که اومدن تو خوزستان چی تعدادی رو بردن، 1500 نفر عرب ایرانی تو عراق بودن. خیلی هاشون بعد از جنگ اومدن،
یه عده این بچه ها موندن و بعضا یه عدهشون رفتن موسل و رفتن دنبال بعضی ها به سوریه رفتن و بعد قاطی اینا بودن. اینا اون اندیشه بحث رو دارن، اصلا ربطی به جبهه نمیدونن، مقاومت رو اینا ندارن. این یه نکته. نکته دوم، حادثه در روز شنبه ساعت 9:03 اتفاق میفته. من تحقیق کردم، از روز سه شنبه قبلش تمام منطقه میلیتاریزه شده. ببینید اهواز یک لشکر 92 زرهی داره که افتخار ارتش ایران، افتخار نیرو زمینی. این نیرو، این لشکر، لشکر 77 پیروز خراسان، لشکر 88 زاهدان، این لشکرهایی بودن که در جنگ ایران عراق فداکاری ها کردن. قرضی ناجوانمرد در آستانه جنگ افسرهای بلندپایه لشکر رو گرفت، تانکا رو کردن تو گاراژ، تو لوله توپش گونی کردن که نتونن مقاومت کنن. ولی با این وجود لشکر 92 چه کرد؟ در آزادی خرمشهر، عملیات بیت المقدس، فجر، چه کردن اینا؟ اون منطقه، منطقه متصرفه لشکر 92، پشتش هم اون زمین های بزرگ و باغ و درخت و ایناست. از سه شنبه نیروی سپاه، نیروی بسیج، نیروی مقاومت مردمی و همینطور نیروی امنیتی، یعنی به قول اونا شرطه، پلیس، نیروهای انتظامی، اینا تمام منطقه رو مسح کامل کردن، نقاط تمرکز و مراقبت درست کردن. 18 نقطه در پشت این جایگاه، 18 نقطه دیدبانی وجود داشت. روبروی جایگاه این دست 8 نقطه دیدبانی وجود داشت. قناص داشتن، از بلندی قناص داشتن، رو درخت قناص داشتن، همه جور اونجا دیده میشد. هلیکوپتر هم میمد بازدید میکرد. ساعت 9 صبح فرمانده لشکر، لشکر 92، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، استاندار، فرماندار اهواز، بعد آقای آیت الله موسوی جزائری، نماینده مقام معظم رهبری و مدیر اون تلویزیونی که اونجا درست کردن به عربی، اینا همه میرسن اونجا و نماینده مقام رهبری در لشکر 92 زره آماده میشه. حالا 9:02 رژه شروع میشه. رژه داره شروع میشه، دقایقی نگذشته صدای گلوله بلند میشه. دوستان این تیکه رو نشون بدید، رژه داره انجام میشه، صدای گلوله بلند میشه، نگاه کن. ادامه بدید، ادامه بدید. برگردونید به رژه، برگردونید به رژه. ملاحظه کردید؟ به محض اینکه صدای گلوله بلند میشه، سرباز و نظامی که باید برگرده با مصدر و منشأ گلوله مقابله بکنه فرار میکنن، فرار میکنن همشون، رو زمین میخوابن. حفظ جان کاملا درسته، اینو میگن به اونایی که میگن کار خودشون بود، اینا فرار میکنن. سپاهی که میگه مگس رو آسمون میگیرم،
اسرائیلی ها میان 50,000 داکومنت رو ور میدارن از 11 شب تا 4 صبح ور میدارن میبرن، 12 تا گارد هم میکشن، اون کسی هم که باشون همکاری کرد با خودشون میبرن. قدرت سپاه، قدرت عظیم سپاه و امنیت خانه مبارکی ولی فقیه، چه قدرتی ماشالله. 6 ساعت اسرائیلی ها دارن جمع میکنن، اینا رفتن گل بچینن. اینم تو اهواز از 4 روز قبل 5 روز قبل دارن میچینن، مقامات امنیتی اومدن بردن، اونی هم که وامیسته مال ارتش وامیسته بچه ها رو نجات میده، ارتشیه که میاد اینا رو میبره، نیروی مخصوصه ارتشیه، نگاه کنید اینا همشون ارتشیه. سپاه فرار کرده، سپاه به جنگ که به ایسته به جنگ در رفت، در حال دویدن و فرارن. شما گلوله رو دیدید تا صدا کرد همشون ریختن، این مثل برگ ریختن زمین. 4 جوون، البته 6 بودن، 4 جوون میان اونجا 17 دقیقه. ببین شما همه در حال فرارن، هیچکی به این طرف که گلوله میاد نیست که مقابله بکنه، همه دارن در میرن، همه دارن در میرن. و 17 دقیقه 4 یا 6 جوان 29 رو میکشن، 66 یا 67 رو مجروح میکنن. افسر لشکر 92، همه افسرهای لشکر 92 هن. این آقای نماینده ولی فقیه نگاه کن ریختشو زرد کرده، حالا باید برن شلوارشو عوض کنن از ترسش. این آقایون شهادت، شهادت خوبه برای مردم، برای اون بچه کوچکی که اونجا کشته شده، بچه یکی از افسرها بود. نگاه کن وقتی اینو توجیه پذیره، زن و بچه مردم کشته بشن، این توجیه پذیره؟ آره، خلق عرب میخواست به رژیم بفهمونه که چه جنایاتم، اینجوری رژیم رو وحشیتر بکنی. کمی امروز وزیر اطلاعات اومده گفته شناسایی کردیم و گرفتیم. اما اظهارات بامزه و جوکگونه آقای خامنه ای هم عجیب غریبه برا من. آقای خامنه‌ای کاش میذاشت همون تیمسار باقری حرفا رو میزد، خودشو وارد نمیکرد. مقام معظم رهبری، مرتبط با امام زمان، غیبگو، اومده با کی؟ با ورزشکارهایی که در اندونزی مدال گرفتن. یعنی ورزشکارهایی که آقای خامنه‌ای باید تجلیل کنه ازشون. این پولای عجیب غریبی که داره خرج میشه که قاتلی مثل سعید مرتضوی بره بگرده روزخونی، باید به اینا جایزه میداد. حالا اما چی؟ میشینه یک مشت قصه که علوی تو گوشش خونده و آقای طائب تو گوشش خونده و سردار نجات تو گوشش خونده و قاسم سلیمانی، این داستانا رو میگه و فکر نمیکنه آقا تو رئیس کشوری، تو رئیس دولتی، نباید خوز عبلات بگویی. بله، اینها عواملی هستند که دستشان در جیب سعودی و امارات متحده عربی است. بر اساس گزارش ها این کار بزدلانه کار همون افرادی است که هر جا در سوریه و عراق گرفتار می شوند آمریکایی‌ها نجاتشون میدن. نه آقای خامنه‌ای، دروغ میگویی. کجا اینا در عراق و آمریکا در سوریه گرفتاشتن آمریکا نجاتش داد؟ شما دادید، ای داد بیداد. دروغ به این بزرگی. داعش رو کی از قلم اونو برد بیرون؟ برد ادلب، حزب الشیطان، حزب الشیطانی که شما میلیاردها پول این ملت رو به جیبش میریزید. حسن نصرالله بود که با اتوبوس‌های دارای ارکاندیشن 1,000 از داعشی ها رو ورداش و برد ادلب. آمریکا به یکی از اتوبوس ها حمله کرد، حسن نصرالله جیغ و داد تو سر خودش میزد که نخیر، ما قول دادیم به اینا.
حسن نصرالله بود که داعش رو مورد خطاب قرار داد. آقای خامنه ای، داعش دشمن شماست، آمریکایی‌ها حمایتش کردن. ابو ولید مصری در تهران چه میکند؟ ابو ولید مصری مورخ آقای بن لادن در کردان چه میکند؟ ابو ولید مصری در منطقه قصر فیروزه با اون ویلای دومش چه میکند؟ پسر بن لادن اونجا چه میکرد؟ اینا در ایران چه میکنن؟ سلیمان قیس در ایران چه میکرد که بعد که اومد رفت بیرون شما اجازه دین ملا منصور طالبان بیاد تو، بعد اون رفت ترکیه، بعدم اردن گیرش انداختن. سیف العدل از ایران برنامه انفجار خبر رو تدارک دید، ردیابی کردن تلفناشو. اگر شما با داعش می جنگین، سیف العد تو ایران چی کار میکنه؟ مگه جزء سران داعش نیست؟ اون اونجا چی کار میکنه؟ شما با داعش در حال جنگید؟ هر جا در سوریه ارتش آزاد و نیروهای سکولار دست بالا رو داشتن، شماها رفتین زدینشون که داعش بیاد اونجا رو بگیره، چون اسد میخواست به دنیا بگه یا من یا داعش. حالا شما هم اینو میخواییم بگیم؟ اولین دشمن داعش سعودیان، بیشترین عملیات رو در سعودی انجام دادن. چجوری اون وقت اونا اومدن استفاده کردن؟ دستشون در جیب اماراته. ببین، امارات یک کشوری که خودش میدونه چقدر وانربله، وانربلتی داره، نمیاد دست به کاری بزن که خودش رو به خطر بندازه، بر این میلیاردها سرمایه گذاری رو نابود بکنه. یه موشک ما کافیه بره بخوره به اونجا، همه چی به هم میریزه. اون این کار رو نمی کنه. حالا شما هی بله، سعودی بود، دستشون تو جیب سعودی، رهبر مملکت میاد وامیسی این حرفا رو میزنه بدون یه مدرک. چرا تالا یه نفر رو نیوردین که بیاد بگه آقا ما از سعودی پول گرفتیم، امارات ما رو آموزش نظامی داد؟ کو فقط حرف زدیم. با حرف زدن همینجور راحت میشه؟ چرا؟ چون ذات و طبیعت شما فریبکاری و تزویره. میگید نه، حکیم یه وقتی رو منبر خودشو کتک زد، باقر حکیم خدا بیامرزتش، که بگه داره عزاداری میکنه. نگاه کنید این الدنگ رو، نگاه کنید داره عزاداری برای حسین میکنه. این الدنگی که دارید مشاهده میکنید مثلا متأثر از چیزایی که خزعبلاتی که خودش داره رو منبر میگه. نگاش کن. اینو باید زنجیر کرد بود تو تیمارستان. منتها مکتب ریا و تزویر دیگه، مکتب دروغه. در مکتب دروغ طبیعتا غیر از اینم نباید کاری بکنید. من بسیار متاسفم. آنچه در اهواز رخ داد بسیار دردناک بود. آنچه در اهواز رخ داد نشانه بی‌لیاقتی و عدم کارایی سپاه پاسداران بود، نیروهای امنیتی بود. فقط برید برید سر دکتر بختیار رو ببرید، سینه کتیبه رو، داریش فره رو بکشید، پروانه رو، حاجی زاده رو بکشید، عبدالرحمن برومند و عبدالرحمن قاسملو و شرفکندی رو بکشید. فقط اینو بلدید. از موشک بزنید کوه سنجق مقر حزب دموکرات رو داغون کنید. اما دفاع از همون محل برگزاری رژه‌تون نمیتونید بکنید. بدبختا، چقدر حقارت. فرار کردید همتون. شما میخواین ایران رو حفظ کنید در برابر دشمنی خارجی؟ خدا شاهده یک تاماهو که آمریکا وارد ایران بشه، این آقایون برادران غیور، سردار جزائری، سردار جعفری، سردار یحیی رحیم صفوی، همینا که دارن خط و نشون میکشن، سردار قاسم سلیمانی، سردار محسن چیزری، سردار اسماعیل قاآنی، همه تو سوراخ موش قایمن. نصفشون هم که الان با امریکایی‌ها لاس میزنن و رابطه پنهانی دارن. من خودم چند تاشون رو میشناسم.
که با امریکایی ها در ارتباطن. خب حالا شما میخواییم بجنگید، شما قصد اینو دارید اینجوری آبروی هرچی سرباز بردید. واقعا که برای من یک حرفی زده بود پومپئو که خیلی برای من جالب بود، گفته بود که چقدر جالبه که آقای خامنه ای با آقای ترامپ ملاقات کنه، چقدر جالب. گفته پومپئو با تو فاکس نیوز آن ساندی گفته من هنوز نمیدونم آیا رئیس جمهور برنامه‌ای برای دیدار با آنها دارد یا نه، اگر قرار باشد گفتگوی سازنده‌ای باشد رئیس جمهور خوشحال می‌شود. حتی با رئیس جمهور روحانی، بله رهبر ایران خامنه‌ای هم همینجور صحنه گردان بالاخره مذاکراتی جالبی خواهد بود. آره مجسم کن آقای پومپئو سید علی آقا نشسته، آقای ترامپ هم نشسته مثل اون رهبر کره شمالی، گل میگن و گل میشنون و لابد آقای ولایتی هم چای میاره، سینی چای دستش میاد تو، که چی کاری هم بالاتر از چای آوردن ازش بر نمیاد. به هر حال بیچاره اسم رجایی بدنام شد، اون خیلی از اینو با شرفتر بود. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. من محمد رضا شجریان، فرزند ایران، پیامی جز دوستی، عشق و زندگی و خوشحالی در زندگی برای مردم ندارم. صدای تو سپید سر برآورد، بهار دل کشی زنو زبور برآورد، زبور برآورد. تو مرغ حق به گوش جان رسان پیام عاشقان، بخوام که نالت ز شب مگر سهر برآورد، مگر سهر برآورد. زار دل بگو که آسمان عشق او زر و گوهر برآورد، بخوان ز اعتبار شک، بخوان ز درد مشترک، بخوان ز میهنی که چون تو
بخوان جانا که ما چشم انتظاری، بخوان جانا که ما چشم انتظاری. یار ز شوق صوت تو، ز شوق صوت تو ما بیقراریم. یار دل جان در این سرای بی کسی، تو خار چشم هر خسی، نوای نای تو بسی ز جان شرر برای